جنس دوم نوشته سیمون دوبوار ترجمه قاسم سنعوی راوی نوشین همسیان جلد اول حقایق و اسطوره ها قسمت اول سرنوشت فصل سوم نظرگاه ماتریالیسم تاریخی نظریه ماتریالیسم تاریخی حقایق بسیار مهمی را روشن کرده است. بشریت عبارت از نوعی حیوان نیست بلکه واقعیتی تاریخی است. جامعه بشری امری ضد طبیعت است. حضور طبیعت را به طور انفعالی تحمل نمی کند بلکه آن را به نفع خود در اختیار می گیرد. این تصرف کاری درونی و ذهنی نیست بلکه به طور عینی در عمل و کردار انجام میگیرد. به این ترتیب زن نمیتواند به سادگی به مسابه ارگانیسمی واجد جنسیت مورد ملاحظه قرار گیرد. در میان اصول و داده های زیست شناسی فقط آنهایی که ارزشی ملموس و واقعی را در حین عمل میگیرند دارای اهمیت هستند. شناختی که زن از خود پیدا می کند فقط از طریق جنسیت او به بیان در نمی آید بلکه منعکس کننده وضعی وابسته به ساختار اقتصادی جامعه است ساختاری که میزان و درجه تحول تکنیکی را که انسان به آن نایل شده بیان می کند همانگونه که دیدیم دو ویژگی اساسی زن را از نظر زیست شناسی مشخص می کند غنیمت زن از دنیا نسبت به مرد کمتر است زن بیش از مرد به خدمت نوع گرفته شده است. اما این واقعیت ها بر موقعیت های اقتصادی و سیاسی ارزش کاملا متفاوت میابند. در تاریخ بشری قنیمت گیری از دنیا هرگز با پیکر برهنه توصیف نمی شود. دست با مشت گیرنده خود به سوی ابزاری که قدرت دست را چند برابر می کند دراز می شود. از همون قدیمی ترین مدارک دوران ما قبل تاریخ انسان همواره به صورت مسلح آشکار می شود. در روزگاری که صحبت از بلند کردن چماقهای سنگین و مغلوب کردن جانوران وحشی است، ضعف جسمانی زن کهتری آشکاری برای او ایجاد می کند. کافیس ابزار کار قدرتی اندکی بیش از آنچه در اختیار زن است پدید آورد. تا او به گونه که گویی اساسا ناتوان است جلوه کند. اما به عکس امکان دارد که تکنیک تفاوت ازولانی را که جدا کننده زن از مرد است از بین ببرد. فراوانی و ففور جز در چشمانداز نیاز ایجاد برتری نمی کند. زیاد از حد داشتن بهتر از به اندازه داشتن نیست. مثلا به کار انداختن بسیاری از ماشین های مدرن فقط به بخشی از نیروی مرد نیاز دارد. اگر حداقل نیروی لازم بیش از توانایی های زن نباشد، آن وقت زن در زمینه کاری با مرد برابر می شود. امروز فقط با فشار به روی یک تکمه اولا می توان به گسترش های عظیم انرژی فرمان داد. اما بردگی های ناشی از مادر شدن بنابر آداب و عادات می تواند اهمیتی بسیار متفاوت بیابد. اگر به مادر زایمان های متعدد تحمیل شود و زن ناگزیر باشد بچه های بیپناه را تخصیه و بزرگ کند، مادر شدن فقط از پای درآمدن است. اما اگر مادر آزادانه خلق کند، اگر در دوران بارداری جامعه به یاری او بشتابد و در بند فرزند او باشد، آن وقت وظایف مادری سبک است و به آسانی میتواند در قلم رو به کاری جبران شود. بنابراین چشم انداز است که انگلز در منشأ خانواده تاریخ زن را نقل می کند. این تاریخ اساسا به تاریخ تکنیک ها مربوط می شود. در عصر حجر وقتی زمین به طور اشتراکی به تمام افراد قبیله تعلق دارد ویژگی ابتدایی بودن امکانهای کشاورزی را محدود می کند. نیروهای زنان متناسب با کاری است که بحر برداری از باغها ایجاب می کند. در این تقسیم ابتدایی کار دو جنس به نوعی دو طبقه پدید می آورند. در میان این دو طبقه مساوات برقرار است. در حالی که مرد عهدهدار کار شکار و ماهیگیری است، زن در خانه می ماند. اما این امور خانگی متضمن کار تولیدی هم هست. کوزگری، پارچه بافی، باخچه کاری و از اینجا زن در زندگی اقتصادی سهم امدهی به عهده می گیرد. بر اثر کشف مس قلب، مفرق و آهن و نیز با پیدایش عرابه کشاورزی به قلم را خود گسترش می بخشد. برای به زیر کش بردن عراضی جنگلی و بارور کردن مزرعه ها کار فراوانی ایجاد می شود. آن وقت مرد از خدمت مردانی دیگر که آنان را به بردگی می گیرد استفاده می کند. مالکیت خصوصی آشکار می شود. مرد که صاحب زمین و بردگان است مالک زن هم می شود. این همان شکست بزرگ تاریخی جنس زن است. این امر با دگرگون شدن تقسیم کار که به دنبال اختراع ابزار جدید صورت می گیرد توجیح می شود. همان عامل تضمین اقتدار پیشین زن در کارهای خانه یعنی محدود بودن او به انجام کارهای خانگی اکنون برتری مرد را تضمین می کند. کارهای خانگی زن از این هنگام در قبال کار مولد مرد محو می شود. جنس مرد همه چیز است و جنس زن فقط زمیمه اینا چیز. آن وقت حق پدری جایگزین حق مادری می شود. انتقال دارایی از پدر به پسر صورت می گیرد. نه اون که مانند گذشته از مادر به قبیله انتقال یابد. این همان پیدایش خانواده پدر سالاری است که بر اساس مالکیت خصوصی بنا شده است. در چنین خانواده‌ای زن مورد ستم قرار دارد. مرد که به مسابه عامل سلطه حکم, روا... حکم روایی می کند, هوا و حوث جنسی خود را نیز چون حوث دیگر بر خود مجاز می شمارد. با بردگان و روسپیان در می چند همسر برمیگزینند اما همین که آداب و عادات توسل به اقدام متقابل را ممکن می کند، زن با خیانت به شوهر در صدد گرفتن انتقام برمی آید. این یگان اقدام دفاعی زن در قبال بردگی خانگی است که به او تحمیل شده. ستم اجتماعی که زن تحمل می کند نتیجه ستم اقتصادی است که بر او روا داشته می شود. برابری فقط زمانی استقرار می یابد که دو جنس از حقوق قانونی بر حقوق قانونی و برابر بهرهمند باشند. اما این رهایی بازگشت کلیه افراد جنس معنیست به صنعت همگانی را ایجاب می کند. زن نمی تواند آزاد شود مگر زمانی که در زمینه اجتماعی وسیعی بتواند در کار تولید سحیم باشد و جز در حدودی ناچیز کار خانگی او را به خود نخواهد. و این امر تحقق نیفته مگر فقط در زمینی صنعت بزرگ مدرن که نه تنها کار زن را در قیاس عظیم میپذیرد بلکه بدون چون و چرا آن را طلب هم میکند به این ترتیب آنچنان که در کتابی هم از ببل که به زن اختصاص یافته است دیده میشود سرنوشت زن و سوسیالیسم عمیقا به هم پیبند خورده است ببر میگوید زن و طبقه رنجبر هر دو مورد ستم قرار گرفتند. پیشرفت اقتصادی مقارن با به هم دیختگیی که ماشینیست به همراه آورده باید هر دوی اینها را آزاد کند. مسئله زن به مسئله توانایی او در کار محدود می شود. زن در ایامی که تکنیک ها با امکانهای او انتباق داشته توانا بوده است. و هنگامی که از بحر برداری از این تکنیک ها ناتوان شده از جایگاه خود به زیر آورده شده است و در دنیای مدرن برابری خود با مرد را باز خواهد یافت. مقاومت های پدر سالاری کوهن سرمایه داری، در اغلب کشورها مانع از این می شود که این برابری به نحو واقعی تحقق یابد. روزگاری که این مقاومت در هم شکسته شود، این امر تحقق خواهد یافت. تبلیغ‌های شوروی تأکید می‌ورزد که این برابری همکنون در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جنبه عمل پوشیده است و هنگامی که جامعه‌های سوسیالیستی در سراسر سر جهان استقرار پذیرند دیگر مرد و زنی وجود نخواهد داشت بلکه فقط کارگرانی که با هم برابرند خواهند بود تلفیق و ترکیبی که انگلز ترریزی کرده است نسبت به آنچه پیش از این بررسی کرده ایم از پیشرفت نشان دارد ولی باز هم سبب نومیدی ما می شود مهمترین مسائل با تردستی محو شده است محور تمام تاریخ گذر از نظام اشتراکی به نظام مالکیت خصوصی است مطلقاً به ما نشان داده نمی شود که این امر چگونه توانسته تحقق بیابد انگلز حتی برای ما اعتراف می کند که تا کنون هیچ چیز در این باره نمی دانی. و نه تنها از جزئیات تاریخی امر بی اطلاع است بلکه هیچ گونه تعبیری هم به ما القا نمی کند. به همین ترتیب روشن نیست که مالکیت خصوصی مقدرا بردگی زن را به دنبال داشته است. ماتریالیسم تاریخی نکته هایی را که در موردشان باید توضیح داده شود به مسابه چیزهای پذیرفته شده در نظر می گیرد. بیان که به بحث بپردازد. به رشته نف و فایده را که باعث ایجاد پیوند بین انسان و مالکیت است مطرح می کند. ولی همین منفعت که منشأ نهادهای اجتماعی است خود از کجا سرچشمه میگیرد به این ترتیب گزارش انگلز سطحی باقی میماند و حقایقی هم که او کشف میکند اموری محتمل به نظر می رسد. علت آن است که امکان ندارد بدون گذشتن از حد ماتریالیسم تاریخی این امور را در مورد قرارداد در نظر گرفت. انگلز برای موزل هایی که برشمردیم نمی تواند راه حلی فراهم آورد. زیرا این مسئله ها به تمام افراد بشر مربوط می شود. نه به عدهای که عبارت از انسان اقتصادی باشد. مثلا روشن است که اندیشه مالکیت خصوصی جز بر مبنای موقعیت اساسی فرد نمیتواند معنایی بیابد برای اینکه مالکیت ظاهر شود لازم است در فرد گرایش به اینکه خود را چون فردیتی اساسی مطرح کند و بر وجود خود به مسابع فردی خود مختار و جدا تاکید ورزد وجود داشته باشد به خوبی درک می شود که تا وقتی برای فرد عملا وسیله ارزای میل به طور عینی وجود نداشته باشد این توقع به صورت امری ذهنی و درونی و آری از حقیقت باقی میماند. انسان که وسایل مناسب در اختیارش قرار ندارد از همان ابتدا قدرت خود را بر جهان نمی آزماید. در طبیعت احساس گمگشتگی می کند، و در جامعه خود را منفعل و در معرض تهدید و بازیچه نیروهای مشهول می‌یابد. فقط هنگامی که با تمامی قبیله یکی می شود جرأت می کند درباره خود به انتیشه بپردازد. توتم، مانا، زمین، اینها واقعیت های متعلق به جمع هستند. کشف مفرق به انسان اجازه می که در کاری سخت و مولد خود را خالق بیابد. با تسلط بر طبیعت آدمی دیگر ترسی از آن ندارد. در قبال پایداری های مغلوب شده جسارت آن را دارد که خود را چون فعالیتی خود مختار در نظر بگیرد و در فردیت خود کمال بیابد. اما این کمال اگر انسان آن را اساسا نخواهد هر کس تحقق نمی پذیرد. درس کار با فائلی منفعل نوشته نشده است. انسان عامل با ساختن وسایل کارش یا فتح زمین ها خود را می سازد و فتح می کند. از سوی تایید عامل برای توجیه مالکیت کافی نیست. در ستیز، جنگ، نبرد تن به تن، هر زمیری می تواند بکوشد که تا حد فرمان روایی رفعت یابد. برای آنکه ستیز شکل پوچ یعنی رقابت اقتصادی به خود بگیرد برای آنکه از این زمان ابتدا رئیس و بعد افراد قبیله طلب دارایی شخصی کنند باید در فرد گرایش اصلی دیگری وجود داشته باشد قبلا در فصل گذشته گفتیم که فرد قادر به ادراک خود نمی شود مگر آنکه از خود بیگانه شود. در جهان خود را در پس چهره بیگانه می جوید. و آن را چهره خود می کند. در توتم در مانا در سرزمینی که در بند آن است. قبیله با چهره از خود قبیله با چهره از خود بیگانه او مواجه می شود. وقتی فرد راه جدایی از جامعه را در پیش می گیرد، مدعی تجسم فردی می شود. مانا در رئیس و سپس در هر یک از آهاد فردیت می آبد. و در همان حال هر کسی می کوشد بر قسمتی از زمین ابزار کار و محصول دست یابد. انسان در این دارایی ها که متعلق به خودش هستند خود را باز می زیرا در آنها گم شده است. در این صورت می دریافت که فرد برای دارایی هایش به اندازه زندگی خودش ارزش اساسی قائل شود. آنگاه علاقه فرد به مالکیت خود به صورت رابطه قابل درک می آید. اما مشاهده می شود که منحصرا به یاری ابزار کار نمی توان از این امر خبر داد. باید کل رفتار انسان مسلح به ابزار، رفتاری متضمن زیربنای هستی شناسی و اساس طبیعت هستیش را درک کرد. به همین نحو غیر ممکن است که موضوع ستمکاری بر زن را از مالکیت خصوصی استنتاج کرد. در اینجا نیز عدم کفایت نظرگاه انگلس آشکار است. او به خوبی دریافته که ضعف ازولانی زن فقط در زمینه ابزار آهنی یا مفرقی موجب حقارتش شده است. اما از نظرش پنهان مانده که محدودیت توانایی زن در قلم رو به کار جز در نوعی چشمنداز هیچ گونه کاستی برای او پدید نیاورده است. علت آن است که مرد همان تعالی و جاه طلبی است که او در هر وسیله تازه و دارای توقعهای جدید تحریزی می کند. مرد پس از اختراع ابزار مفرقی دیگر به بهره برداری از باخچه ها اکتفا نکرد. بلکه خواسته است دشتی پهناور را برای کشت و کار مورد بهرهبرداری برداری قرار دهد. این اراده از خود مفرق بر است. عدم توانایی زن از محلال او را در برداشته. زیرا مرد در خلال طرح ثروت اندوزی و افسون طلبی او را در چنگ خود گرفته است. این طرح باز هم برای توجیه مورد ستم قرار گرفتن زن کافی نیست. تقسیم کار بر حسب جنس می توانست شرکتی دوستانه باشد. اگر ارتباط بنیادی انسان با همگنان خود منحصرا رابطه دوستانه بود، دیگر کسی نمی توانست از هیچ نوع به بردگی گرفتن دیگری خبر دهد. این پدیده نتیجه امپریالیسم زمیر انسانی است که در صدد از حاکمیت خود را به نحو عینی اعمال کند. اگر در این زمیر مقوله بنیادی دیگری و توقع بنیادی سلطه بر دیگری وجود نمی داشت، کشف ابزار مفرقی نمی توانست همکاری برزن را به دنبال داشته باشد. انگلز از طبیعت قریب این ستمکاری نیز ابدا گزارش نمی دهد. انگلز گوشیده است که مخالفت دو جنس را به تضاد طبقاتی محکوم کند. زمنان این کار را با اعتقاد فراوان هم انجام نداده است. نظریهش قابل دفاع نیست. این نکته درست است که تقسیم کار بر حسب جنس و ستمکاری ناشی از آن از بعضی لحاظ تقسیم بر حسب طبقه را تدایی می کند. اما نمی توان اینها را به جای هم گرفت. در جدایی طبقه ها هیچ گونه پایه و اساس زیستشناسی وجود ندارد. در کار برده در برابر ارباب از خود شناخت پیدا می کند. طبقه رنجبر که هموار وضع خود را در تقیان آزموده از آنجا به امر اصلی بازگشته است و برای کسانی که او را استثمار می کنند تهدیدی پدید می آبرد. و آنچه مورد نظر اوست از بین بردن خود به مسابقه طبقه است. در مقدمه گفتیم که وضع زن به خصوص به سبب اشتراک زندگی و منافعی که بین زن و مرد ایجاد همبستگی می کند، و نیز به سبب پیشیدگی که مرد در زن میابد چقدر متفاوت است. هیچ گونه میل به انقلاب در زن وجود ندارد. زن نمیتواند خود را به مسابه جنس نابود کند. بلکه فقط میخواهد که برخی نتایج خواست جنسیت منسوخ شود. موضوع مهمتر این است که بدون نیت نمیتوان زن را منحصرا به مسابه کارگر در نظر گرفت. زن همانقدر که در کار تولید توانایی دارد از لحاظ سهمی هم که در تولید مثل داراست واجد اهمیت است همانقدر که در زندگی اجتماعی مهم است در زندگی فردی نیز با اهمیت شمرده می شود دورانهایی وجود دارد که در آنها تولید مثل مهمتر از عرابه را نیست. انگلز این موضوع را زیرکانه از نظر پنهان داشته است. و به بیان همین نکته اکتفا کرده که جامعه سوسیالیستی خانواده را منسوخ خواهد کرد. این راه حلی کاملا انتظایی است. میدانیم که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بر حسب اینکه تعادل نیازهای فوری تولید و افزایش جمعیت به هم خورده، غالبا ناگزیر شده است سیاست خانوادگی خود را به طور اساسی تغییر دهد. از طرفی منسوخ کردن خانواده به معنای آزاد کردن زن نیست. نمونه های اسپارت و آلمان نازی ثابت می کند که پیوستگی مستقیم زن به دولت دلیل بر این نیست که او کمتر مورد ستم قرار می گیرد. اخلاقا واقعا سوسیالیستی یعنی اخلاقی که به دنبال عدالت بگردد بیان که آزادی را منسوخ کند، اخلاقی که وظایفی به عهده افراد بگذارد بیان که فردیت را لغو کند، مزاحمت هایی ناشی از وضع زن مواجه خواهد شد. غیر ممکن است که به سادگی تمام بارداری را به خدمت یا کاری نظیر خدمت نظام تشبیه کرد. اگر از زنی خواسته شود که فرزندان بیشتری به دنیا بیاورد، به نحو عمیقتری به زندگی او دست برزده زده شده است تا اینکه های شهروندان تحت ضابطه در میآید تا کنون هیچ دولتی جرأت نکرده هماغوشی اجباری وز کند. در عمل جنسی، در مادر شدن، زن نه تنها وقت و نیروی خود، بلکه ارزش های اساسی را وامی نهد. ماتریالیسم عقل را بیهوده مدعی می شود، از منش قمنگیز تمایلات جنسی خبر ندارد. قجزه جنسی را نمی توان تحت ضابطه درآورد. فروید میگوید. اطمینانی وجود ندارد که وضع مقررات برای غریزه جنسی به خودی خود موجب ترک ارزاییان آن نشود نکته مسلم این است که این غریزه نمیگذارد جزئی از امر اجتماع شود زیرا در اروتیسم تقیان لحظه بر ضد زمان و تقیان انفرادی بر ضد کلی وجود دارد انسان اگر بخواهد آن را وارد مجرای دیگر کند و مورد بهره برداری قرار دهد این خطر را خواهد کرد که آن را بکشد زیرا پدیده خودجوش زنده را آنچنان که در مورد ماده بی حرکت صدق می کند نمی توان در اختیار گرفت و به این طریق اولی نمی توان آن را و به طریق اولا نمی توان آن را مانند آزادی نقص کرد زن را مستقیما نمیتوان ناگزیر کرد که صاحب فرزند شود یگان کاری که میتوان انجام داد این است که او را در وضعی که مادر شدن برایش یگان مفر باشد گرفتار کند قانون یا آداب و عادات ازدواج را به او تحمیل می کنند. تدابیر ضد حاملگی و سخت جنین برایش ممنوع می شود. طلاق را ممنوع می شمارند. اینها دقیقا همان قیدهای کهن پدر سالاری است که اکنون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی احیا کرده است شوروی به نظریه های پدر سالاری ازدواج شدت بخشیده است و از این ره گذر به جایی رسیده که دیگر بار از زن می خواهد که خود را شیع شهوانی کند اخیرا مقاله ای از زنهای شوروی دعوت می کرد که به سر و خود برسند از آرایش استفاده کنند تناز شوند تا شوهر خود را نگه دارند و آتش میل او را تیز کنند از این نمونه به خوبی برمیآید که در نظر گرفتن زن فقط به مسابع عامل تولید کاری غیر ممکن است زن برای مرد شریک امور جنسی است عامل تولید مثل است موضوعی اروتیک است دیگری است که در خلال وجودش مرد به دنبال خود می گردد. نظام های توتالیتر یا استبدادی هرچند دارای این وجه مشترک باشند که روانکاوی را ممنوع بدانند و اعلام کنند که برای تمام شهروندانی که سمیمان جزی از جمع شدهاند درام فردی وجود ندارد باز هم اروتیست تجربه است که در آن عمومیت تحت سلده فردیت قرار گرفته است. و برای سوسیالیسم دموکراتیکی که در آن طبقه ها ممنوع شده باشند نه افراد موضوع سرنوشت فردی تمام اهمیت خود را حفظ خواهد کرد تفاوت جنسی تمام اهمیت خود را محفوظ نگه خواهند داشت رابطه جنسی که زن را به مرد پیوند می دهد، همان رابطه ای نیست که مرد با زن حفظ می کند. رشته ای که زن را به فرزند پیوند می دهد، غیر قابل تبدیل به هر رشته دیگری است. زن را فقط ابزار مفرقی نیافریدند. ماشین هم برای منسوخ کردنش کافی نیست. مطالبه کلیه حقوق و تمام شانس وجود انسانی به طور کلی برای زن به معنای آن نیست که در قبال وضع انفرادی او باید خود را به ندیدن زد. برای شناختن زن، از حدود ماتریالیسم تاریخی که در وجود مرد و زن فقط واحدهای اقتصادی میبیند باید پا فراتر نهاد به این ترتیب ما گرایی فرویدی و یکتاگرایی انگلس را به دلیل یکسان رد میکنیم روانکاو تمام ادعاهای اجتماعی زن را به مسابه پدیده اعتراض مردانه تعبیر خواهد کرد به عکس در نظر مارکسیست جنسیت زن از طریق پیچ و وا پیچ های کم و بیش پیچیده فقط وضع اقتصادی او را بیان می دارد. ولی مقوله های جنسی ناتوان از آن هستند که زن غیر انتظایی را در بند خود بدارند. در امر اساس قرار دادن ماجراهای فردی یا ماجراهای اقتصادی بشریت نوعی زیرسازی وجودی یافت می شود. که فقط اجازه می دهد این شکل خاص که عبارت از زندگی است به طور کامل و یک از درک شود ارزش فرویدیسم ناشی از این است که فرد صاحب وجود عبارت از پیکر است نحوهی ای که این پیکر در قبال سایر پیکرها خود را احساس می کند به گونه واقعی و ملموس موقعیت وجودی آن را بیان می دارد. به همین نحو چیزی که در نظریه مارکسیستی واقعیت دارد این است که ادعاهای هستی شناسانه فرد صاحب وجود بنابر امکانهای مادی که به او عرضه می شود به ویژه بنابر امکانهایی که تکنیک ها به او عرضه می دارند سیمایی واقعی به خود می گیرند. اما اگر اینها را جز کل واقعیت بشری نکنند، جنسیت و تکنیک به تنهایی نمیتوانند چیزی را توجیه کنند. از این روز که به نظر فروید ممنوعیت های طرح شده از طرف من برتر و گرایش های غریزی جزئی اموری محتمل به نظر می رسند. و در شرح انگلس بر تاریخ خانواده به نظر می رسد که مهمترین حوادث به نحوی غیرمنتظره بسته به هوس از تصادفی مرموز آشکار می شود. برای کشف زن، برخی سهم های زیستشناسی، روانکاوی، ماتریال اسم تاریخی را رد نمی کنیم. اما نظر ما این است که پیکر، زندگی جنسی، تکنیک ها برای مرد فقط از این لحاظ که او آنها را در چشمانداز جهانی وجود خود درک می کنند، به نحو واقعی وجود دارند. ارزش نیروی ازولانی، آلت تناسلی، ابزار فقط در دنیای ارزش ها میتواند تعیین شود به این ارزش طرح اساسی وجود که به سوی هستی تعالی می فرمان میدهد